سلام به شما که دوستتان داریم بی غید و شرط با هر نژاد و قومیت و تفکر و در هر کجای این کره زیبا که زندگی می کنید در این ویدیو میخوام در مورد پوکی استخوان صحبت بکنم بیماری خاموشی که هیچ درد و علائمی نداره و بسیار شیوع پیدا کرده و خیلی ها الان گرفتارش هستند و زمانی متوجه میشن که یک آسیبی به استخوان برسه یک حادثه اتفاق بیفته بعد میرن و مچ دستش شکست گردنش لگنش استخوان‌های بدنش با یک ضربه کوچک و یک حادثه دچار شکستگی میشه بنابراین بیماری خاموش خطرناکی است بایستی جدی بگیریم و بایستی اصول و مبانی رو بدونیم که چه کار بکنیم پیشگیری بکنیم در این ویدیو میخوام هم در مورد پیشگیری از پوکی استخوان صحبت بکنم و حتی درمان چون درمان دارد پوکی استخوان با روش های مجربی که خودم انجام دادم در طی سال های سال روی بیمارانم این رو در اختیار شما ایزان قرار خواهم داشت با من همراه باشید با یه ویدیوی بسیار جذاب و متفاوت چون خیلی ها در مورد کلسیوم و پوکی استخوان دارن اشتباه فکر میکنن با من همراه باشید عزیزان اسکلت بندی بدن ما از استخوان ها تشکیل شده استخوان ها باعث حفظ اندام های مهم میشن مثل قلب رو درون خودشون جا دادن مثل مغز رو درون خودشون جا دادن و مرکز خونسازی بدن ما هستند مرکز نشاط و انرژی بدن ما هستند چرا که ما وقتی خونسازی خوبی داشته باشیم در واقع باعث روحیه ما میشه باعث نشاط ما میشه پس استخوان ها بسیار نقش مهمی دارند و رسیدگی به اونها یکی از وظایف ما هست که بدونیم آگاهانه و آلمانه چه مواد غذایی رو بخوریم و چه چیزایی رو نخوریم که استخوان های ما درست کار بکنن و دوچار مشکلات نشیم. ساختار اسکلت بدن انسان از دوران جنینی شروع میشه تا حدود 35 سالگی به اوج ساختار قوام و استحکام خودش میرسه. برای ساختن استخوان عزیزان یک سری مواد لازم هست. شما بهتر اینها رو بدونید و آگاه بشید. ساختار استخوان ما یه توده ای داره به نام کلاژن که این پروتئین یکی از رکنهای این ساختار اسکلت ما هست. کلاژن یکی از موادی هست که در اسکلت بندی ما نیاز هست 35 درصد بافت استخوانی را شامل میشه ماده بعدی کلسیوم هست فسفات کلسیوم یک سری املاح هستن یک سری ویتامین ها هستن که اینها رو باعث بدونیم که همه اینها با هم شکل میدن ساختار استخوان ما رو و خیلی الان فکر میکنن ما فقط کلسیوم بخوریم کافیه و کلسیوم تنها میتونه معجزه بکنه این همون اشتباه رایجیه که مردم در واقع نمیدونن و با خوردن مکمل های کلسیوم میخوان بوکی استخوانشون رو پیشگیری بکنن یا برطرف بکنن این اشتباه استراتژیک هست چرا به خاطر اینکه بله کلسیوم بسیار مهمه برای این ساختمان و برای این بنای استخوانی ولی یادمون باشه وقتی میخواد ساخته بشه این ساختمان نیاز به کارگر داره نیاز به حامل داره نیاز به کسی داره که این آجرها رو بچینه ملات ها رو سفت بکنه و همه اینها یک متولی داره همه اینها توسط املاح و پروتئینها، ها و مواد مختلف دست به دست هم میدن تا این ساختمان رو بسازن و اگر آجر باشه ملات باشه ولی اوستاکار نباشه یه جایی که اون ساختمان رو بسازه قطعا ساختمانی شکل نخواهد گرفت الان دقیقا مشکل ما اینه ببینید زمانی که ما کلسیوم مصرف میکنیم اولا کلسیوم درون بدن ما ساخته نمیشه کلسیوم از بیرون وارد میشه کلسیوم وارد روده میشه برای جذب ما نیاز به ویتامین دی داریم جذب کلسیوم رو 20 برابر میکنه ویتامین دی از روده میبره داخل خون خون توسط ویتامین K2 هست که کلسیوم رو میبره میچسبانه به استخوانها. و داخل استخوان هم ویتامین A و یک سری املاح دیگه باید باشن که این کلسیوم برسه به استخوان‌ها بنابراین ویتامین دی نیاز هست باز برای فعالسازی ویتامین دی نیاز به منیزیم داریم که بسیار مهمه منیزیم باعث فعالسازی ویتامین دی میشه و همه اینها در بستر محیط قلیایی که بدن ما پیچ حدود 7 و و داره خوب عمل میکنه در غیر این صورت زمانی که بدن ما حالت اسیدی پیدا بکنه عملکرد اینها دچار اختلال میشه پس خوب گوش بدین لطفا این قسمت از صحبتامو و من در پایان یک برنامه غذایی خواهم داد خدمت شما که پوکی استخوان رو کاملا برطرف کنید اصلا خیالتون کامل راحت بشه از پوکی استخان به هیچ عنوان نگران پوکی استخان نباشید پس یک کمپلکسی از مواد نیاز هست برای اینکه کلسیوم رو از داخل روده ببره داخل خون ببره داخل استخوان که این کار توسط ویتامین دی، منیزیوم، ویتامین کا، ویتامین A و فسفات انجام میشه و اینها دست به دست هم میدن استخوان ما رو محکم میکنن کلسیوم رو بردن داخل استخوان ها استخوان ها محکم شد چه اتفاقی میفته که این جریان عکس میشه یعنی تخریب استخوان دچار میشیم و این تخریب استخوان که یکی از علتهای های اصلی پوکی استخوان هست چه زمانی اتفاق میفته زمانی که پی بدن ما حالت اسیدی بگیره اسیدوز اتفاق بیفته در بدن ما که اسیدوز سه دسته هست کاری ندارم اسیدوز متابولیک تنفسی و تغذیه‌ای ما در قسمت تغذیه‌ای میخوام صحبت بکنیم عزیزان زمانی که بدن ما پی اچش اسیدی بشه برای اینکه این پی رو دوباره برگردونه به حالت متعادل که حدود 7 و پ هست کلسیوم رو از استخوان میکنه میرزه داخل خون و داخل خون خونسا میکنه حالت اسیدی رو و به حالت قلیایی و متعادلی برمیگردونه چون اگر پی اچ بدن حالت اسیدی بشه برای ما خطرناک هست و ممکنه حتی به کما بریم و همیشه باید در رنج قلیایی باشه یعنی بالای هفت باید پی ما باشه خب زمانی که بدن اسیدی بشه کلسیوم کنده میشه یعنی هر چه زحمت کشیدیم کلسیوم خوردیم کلسیوم جذب و کردیم همه زحمت ها به هدر میره چه زمانی اتفاق میفته زمانی که ما غذاهای اسیدی زیاد بخوریم مثل ترشیجات مثل مرغ گوشت مرغ مثل چایی مثل ماست ترش غذاهایی که اسیدیتش بالاست مثل هرس خوردن بله هرس خوردن زمانی که شما خیلی هرس میخورید روزانه بیش از دو لیتر اسید اضافی در معده شما ترشح میشه این اسید وارد جریان خون میشه بدن رو اسیدی میکنه و این اسیدی شدن بدن منجر به کندن کلسیوم از استخوان ها و وارد جریان خون میشه از طریق کلیه دفع میشه سنگ های کلیه هم حتی ممکنه به وجود بیاد اینو بدونیم که برای حفظ استخوان های محکم ما باعث غذاهای با پی اچ قلیایی بیشتر استفاده بکنیم بدن ما بیشتر بهش احتیاج داره تا غذاهای پی اچ اسیدی و در اصطلاح طب سنتی میگن غذاهای سردی بخش ماست و دوغ و ترشی و مرغ و اینها غذاهای سردی بخش هست غذاهایی که پی اسیدی دارن خب یک برنامه غذایی میخوام به خدمت شما عرض بکنم که پیشگیری بکنید از پوکی استخوان املاح و ویتامین ها و همه هم داشته باشه هم پوکی استخوان رو برطرف میکنه و هم پیشگیری قبلش خوشحال میشم از اینکه شما هم در انتشار این مطالب سلامتی بخش برای جامعه کمک بکنید با کامنتی که میدید یوتیوب این ویدیو رو به افراد بیشتری نشون میده خصوصا زمانی که اسم شهراتون رو میگین ما هم بسیار انرژی میگیریم تیم ما انرژی میگیرم و در خدمت شما هستیم ممنون از کامنت های پرمهر شما عزیزان چه غذاهایی بخوریم که استخوان های محکمی داشته باشیم همه تفکرشون اینه که شیر بخورید ماس بخورید عزیزان جدیدترین تحقیقات نشون میده در دانشگاه هاروارد روی 72 هزار نفر تحقیق کردن طی 20 سال که شیر هیچ تأثیری برای پیشگیری از پوکی استخوان و رفع پوکی استخوان ندارد پس همینجا من اعلام میکنم شیر و ماست رو تفریحی اگه میخواین گاهی وقتی بخورید بخورید برای لذت اشکالی نداره شیر و ماست سالمی که در واقع دامش غذای خوب خورده باشه غذای ارگانیک خورده باشه ولی اون چیزی که شما به عنوان یک دارو میخواین مصرف بکنید توقع و انتظار شما از شیر و ماست به هیچ عنوان نمیتونه اون رو تأمین بکنه اصخانهای شما رو بینیاز بکنه از کلسیوم این باور اشتباهه و متاسفانه عموم جامعه این رو باور دارن پس برای تامین کلسیم این برنامه غذایی که مجرب هست خودم تست کردم مریضی داشتم بالای 60 درصد پوکی استخوان داشته ظرف مدت حدود دو ماه و نیم تا سه ماه پوکی استخوانش هم برطرف شده با این روشی که خدمت شما عرض می برنامه غذایی که میدم خدمت شما هم برای پیشگیری از پوکی استخوان مفیده هم برای درمان عزیزان سعی بکنید در رژیم غذایی خودتون این مواد رو بیشتر استفاده بکنید برای پیشگیری اون هایی که پوکی استخوان دارن این دوره رو با سه ماه به صورت مدام انجام بدن یعنی هر شب این مواد رو مصرف بکنن بهترین ماده ای که برای استخوان های ما نیاز هست کلسیوم به همراه ویتامین دی به همراه فسفر به همراه منیزیوم و ویتامین کادو هست اینها ها ای کمپلکس باشن خب چطوری سعی کنید در وعده شام خودتون این مواد رو قرار بدید بهترینش کنجد هست در دسترس هست همه جا هست کنجد رو یک نلبکی کنجد یا 100 گرم کنجد خام با پوست رو میل بکنید خوب بجوید اگر کنجد نبود ارده کنجد هم خیلی خوبه به همراه هفت عدد خورما که بهترین داروی ضد پوکی استخوان خورما هست شبها استفاده بکنید چون بیشترین میزان جذب کلسیوم در شب هست که بدن در حالت آرامش و سکون هست این رو به عنوان یک شام به همراه یه عدد سیب یا یک سالات یک دیس سالاد سالادی که توش جوانه گندم باشه جوانه گندمی که سرشار از ویتامین ها هست این رو هم داشته باشین به همراه روغن چرا چون ویتامین های کادو ویتامین آ ویتامین دی ویتامین های محلول در چربی هستند بنابراین روغن زیتون هم بریزید این وعده غذایی رو در شام مصرف بکنید از سر شب تا انتهای شب آرام آرام میل بکنید خوب بجوید و تمام نیازهای استخوان شما رو برآورده خواهد کرد کلسیوم دارد کنجد سالادی که توش کلم باشد سالادی که توش ویتامین ها سبزیجات و اینها باشد سبزیجات سبزبرگ منیزیم خوبی داره گوارشتون رو باعث میشه که سیستم گوارش و میکروبیوم های روده شما تقویت بشه و تولید ویتامین کار رو انجام بده چون ویتامین کار در روده شما تولید میشه زمانی که شما سالاد و سبزیجات به اندازه کافی میل میکنید بنابراین این غذاها رو در شام استفاده بفرمایید این مواد کمک میکنه به اینکه شما دچار پوکی استخوان نشید و حتی درمان میکنه به شرطی که شما در طول دوره درمان هرس نخورید آرامش بیشتر داشته باشید چون اسید معده یکی از عواملی هست که زیاد از حد اگر ترشح بشه بدن اسیدی میشه در زمان هرس خوردن اسید معده زیاد میشه بنابراین سعی بکنید که یوبوست نداشته باشید رفع یبوست کنید ویدیو کاملی گذاشیم در مورد رفع یبوست میتونید نگاه بکنید این سالاد و این شام کمک میکنه به اینکه شما گوارش خوبی داشته باشید و ویتامین هایی که در روده تولید میشه کادو ویتامین آ ویتامین دی اینها از مواد غذایی و میکروبیوم هایی که در روده شما هستن ساخته بشه جذب بشه و کلسیوم رو برسونه به استخوان ها این یک مورد مورد بعد شما در رژیم غذاییتون هفته یک الا دو بار سوپ جو درست بکنید داخلش یه عدد پاچه گوسفند بندازید بذارید 5 6 ساعت خوب بجوشه و کلسیوم موجود در استخوان‌های اون پاچه و در اون جلاتین آزاد بشه در سوپ و به همراه کمی روغن زیتون لیمو ترش و سبزیجات میل بکنید در رژیم غذاییتون این سوپ جو رو قرار بدید ماده بعدی که بسیار برای تراکم استخوان خوب هست و باعث استحکام استخوان‌های شما میشه انجیر و زیتون هست انجیر و زیتون این رو ما تست کردیم روی کسانی که بالای 60 سال داشتن انجیر و زیتون رو به نسبت یک به هفت دادیم یه مدتی مصرف کردن و پوکی استخوانشون برطرف شد از این تحقیق خودم انجام دادم شنیدم که در کشور ژاپن هم روی این دو ترکیب خیلی کار کردن و مقالات زیادی هم در این مورد هست کسانی که انجیر و زیتون رو با هم مصرف میکنن در کنار هم مثلا سعدت انجیر و 21 عدد زیتون این دوتا در کنار هم میل بشه خوب جویده بشه و اثر بسیار خوبی رو استخوان ها داره عزیزان یکی از موادی که باعث پوکی استخوان میشه شکر سفید هست شکر سفید باعث اسیدی شدن بدن میشه و کلسیوم رو از استخوان ها میکنن و میز داخل خون بنابراین شکر سفید رو سعی کنید به حداقل برسونید از قندهای طبیعی ارگانیک استفاده بکنید ویدیوی قندهای ما رو میتونید ببینید و شکر سفید رو خصوصا افراد بالای چهل سال از برنامه غذایشون حذف بکنن این خیلی کمک میکنه به سلامتی کل بدن و سیستم اسکلت بندی استخوان یکی از نکات مهمی که عزیزان برای فعال سازی ویتامین دی در بدن ما نیاز هست منیزیومه منیزیوم در سبز برگ ها وجود داره که در سالات هاتون بیارید برگ چوندر، جعفری، تره، سبزیجات سبز برگ رو اینها رو استفاده بفرمایید و یکی از موادی که منیزیم خیلی خوبی داره نمک ارگانیکه حتما در هر روز شما بایستی نمک ارگانیک استفاده بکنید منظور ما البته NACL و این نمک های تصفیه شده نیست ویدیو نمک ما رو ببینید نمک ارگانیک کمک میکنه به تأمین منیزیوم منیزیم ویتامین دی رو فعال میکنه ویتامین دی جذب کلسیم رو افزایش میده و همه اینها با هم کمک میکنه به استحکام استخوان های شما ماده بعدی که بسیار اثر خوبی داره برای استخوانها ها پودر سنجد هست سنجد رو با هسته پودر میکنن و این رو به همراه مواد غذایی دیگه میل میکنن اثر بسیار خوبی داره ماده غذایی بعد نخود هست نخود برای استحکام استخوان بسیار عالیه و یک نکته مهم عزیزان برای استخوانهای محکم ما 35 درصد بافت استخوانیمون پروتئین هست و پروتئین کافی رو بایسی به بدن برسونیم و خیلی ها ممکنه شرایط مصرف گوشت رو نداشته باشن به دلایل مختلف براشون حتی مضر باشه و سنین بالا باشن از مغزجات استفاده بکنن چهار مغز پروتئین کافی رو داره برای بدن خیلی مفیده و برای استخوان ها هم بسیار مفیده چهار مغز پسته بادام فندق و گردو که این رو من توصیه می کنم داخل مخلوط کن بریزید از هر کدوم 5 عدد پسته 5 تا فندق 5 تا بادام یک دونه گردو به همراه یه لیوان آب یه قاشق اصل و اون پودر سنجد هم اگه یه قاشق بهش اضاف بکنید میکس بکنید پنج دقیقه داخل مخلوط کن یک معجون فوق العاده میشه برای استحکام استخوان های شما گاهی وقتی استفاده بکنید برای تغذیه بچه ها بزرگا و افراد مسن خانوادتون هم پیشگیری میکنه هم درمان و بسیار عالی هست. در طول دوره درمان عزیزان کسانی که پوکی و استخان دارن سعی کنید یک رو 20 دقیقه هر روز آفتاب مستقیم به به پوستشون و کسانی که شرایطشو دارن حتما انجام بدید. بنابراین آفتاب دوست استخوان های ما است. آفتاب فوق العاده اثر خوبی داره برای بدن ما و یکی از هایی هم که الان پوکی استخوان زیاد شده همین کمبود ویتامین D هست که در در واقع سبک زندگی های غلط امروزی ما به بدن ما نمیرسه مطالبی که گفتیم از نتیجه تجربیات 18 ساله بنده هست در تبابت این چنل چنل متفاوتیه و مطالب رو ما از سایت ها و اینها کپی نمی کنیم مطالبی که به کار بردیم نتیجهش رو دیدیم روی بیمارانمون و خدمت شما تقدیم می کنیم با عشق بنابراین با ما همراه باشید در این چنل خوشحال میشیم این چنل رو به دوستان و معرفی بفرمایید شاد و پیروز باشید خدا نگهدار